خب بسم الله الرحمن الرحیم بخش دوم ما شما گفتیم نو چارمی کفر کمونیزم و از کمونستا هست کمونیزم به اساس چی؟ به اساس اندیشه جامعه بی طبقه که بر اساس مالکیت اشتراکی قرار داره ای ساخته شده است اساسات فکری کمونیزم چی است؟ اساسات فکری کمونیزم اولش انکار وجود الله و تمام غیبیات می باشه و دومش تفسیر تاریخ به اساس نبرد میان برجواها و پلوراتالها، ها یعنی پرولتاریا کارگرها را میگن و برجواها مالکین زمین و اینا را میگن مالکین شرکت ها اینا اینجا جامعه را در سیستم کمونیستی تقسیم میگن بین مالدارها و مالکین شرکت ها و مالکین زمین که یا فیودال ها میگن و در بین کارگرا و دیقان ها و اینیا هستن که توقع کارگر و دیقان می باشه که همیشه مبارزه اساسش بین این دو طبقه شروع میشه و دیگه مبارزی از اینا به دین است یعنی خود اندشه کمونیستی که اساسش کارل مارکس گذاشته و میگه که دین مخدر ملت ها هست یعنی فیون شعوب یا مخدر ملت ها هست مثل که یک انسان پودری باشه انسان دیندار اونا با یک مخدر یا با یک پودری اینا چی میکنن مطلع به مخدرات است یا مطلع به آمیرویین و نگپا هست پس میگه که دیندار همین این قسم که یک انسان معتاد به مخدرات ارزش خود از جامعه از دست میده و باردوش جامعه میشه اونا حتی مست... کسی که دیندار باشه، خاه یهود باشه، خاه نساولی باشه، خاه مسلمان باشه اینا رو کل از اینا رو مخدر قرار میدن و مالکیت فردی را هم قبول نمی کنن و مسائل آخرت و بعض ایگفا رو چون ماتریالیست هستند ماده پرست هستند را قبول ندارند های اسلام دوستای عزیز این چیزها چون اندیشه های جدید است پس در آخر مثلا پیدا شده این اندیشه ها اگر ما کتاب های قدیمی اسلامی را مثلا می خانیم، در اونجا در بارا بحث به خاطر از این نشده که در اون وقت اصلا وجود نداشتن کمونیزم بعد از پیدا شدن کارل مارکس ای به وجود آمد دیگه قبلا وجود نداشت از خاطر علمای سابق در این بالا بحث نکردن اما علمای معاصر اینا بحث کردن و مثلا علمای که در این راستا هستند حسنین محمد مخلوف یکی از علمای مصر که به نام از علمای جامعه الازهر است او درباره کمونیسم فتوای خود میگه میگه که موطن قشوریت کافر میگه کسی که کمونیسم من اندیشه پذیرفته هست ای کافر است لتکذیبه ما اجمعت علیه رسالات سماویه به خاطری که ایدی تکذیب میکنه تمامی آنچه که اجماع شده در رساله های آسمانی یعنی آنچه در رسائل آسمانی آمده هست اینا ایده تکذیب میکنن و اینا آم... یعنی فتوای حسن این محمد مخلوف از علمای از هر امی است که اه... کسی که معتنق شیعی هست شیوعی اینا کمونیزم ها میگن کسی که به سیستم کمونیستی باور داشته باشه میگن ای کافر است دکتر فقیه در شبکه اسلامی میگه که این شیوعیت مذهب کفری میگه کمونیزم یک اندیشه کفری هست من دعا له کسی که به کمونیزم دعوت میکنه او ساندهو یا ایره مثلا چی میکنم از این طرفداری میکنه و هو یعلم و حقیقته در حالی که امی حقیقت کمونیزم میفهمه و هو کافرون بالله و رسوله ای به الله و رسولش کافر است یعنی این علما در باری کمونیزم تحقیق کردن تمام اندیشه کمونیستی را خوب دقیق پامیدن و بعد از این فتوای خود صادر کردن و میگن که ای یک اندیشه کفری هست و کسی که به طرف کمونیزم دعوت میکنه و یا او را پشتیبانی میکنه پس و میفهمه که حقیقتشه خوب یک نفر جاهل است و نمیفهمه ناکی ناکی گب زده میره سر از اون از سر کس است که امی اندیشه را میفهمه مثل در افغانستان کسایی بودن من خدمت هم قبلا هم گفتم که پانتون امو اکادمی علوم اجتماعی وقتی که ساخته شد در پالوی تکنیک یک اکادمی علوم اجتماعی در اینجا مارکسیسم و لنینیزم. تدریس می شد و شرط آماده داده شد و مردم این اندیشه را عمیق می خوانن که حتی کسای از اینا که در عصر ما هم در پوانتون بودن و بر های بلند بلند و پو پوهان دوی گفا رسیده بودن پوهنوار بودن پوهان بودن رتبای بلند بلند داشتن از اونمو اندیشه مارکسیستی و لینینیستی مطابقت می کردند خب آلی اینمی کسایی که همین اندیشه را دارن و ایره می و ای را قبول میکنن علمای اسلام میگن که بر از اونا بفهمانین که اندیشه کفری هست و کسی که دعوت میکنه و یا کسی رو تایید میکنه فا هو کافرون بالله و رسولی به الله و رسولش کافر میشه این از دکتر فقی و از علمای مثلا شیخ ابن باز از علمای عربستان کسی میگن ان الذين يدعون الى الاشتراكيه او الشيوعيه او غيرهما من المذاهب الحدامه المناقضه لحكم الاسلام كفار ضلال اكثر من اليهود والنصارى میگه کسایی که دعوت میکنند به طرف اشتراکات اشتراکیت, اشتراکیت به زبان عربی سوسیالیسم میگن او شوریه یا به طرف کمونیزم دعوت میکنند یا به دیگر مذاهب یا اندیشه هایی که مخالف اسلام است میگه دعوتگرای سوسیالیزم و کمونیزم کافر هستند و گمراه هستند اکفر من الیهودی و نصارا از یهود و نصارا که اینا کافرتر هستند لانهم ملاحدا لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر میگه به ایمان به الله و روز آخرت نداره از این یک یکس پرسان کرده میگه از ما کس کمونست است امام مسجد ما هست میگه سوسیالیسم خوب است کمونیسم خوب است این از امو خلقی و پرچمی های سابقی مثل افغانستان واره هست الشيخ ميجا ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا وإماما في مسجد من مساجد المسلمين إجازة نيس كي خطيب يا إمام در مسجد غرفتا شوا ولا تصح الصلاة خلفهم فشت كمونيس و وسوسياليس نماز نامش وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعون إليه وضم دعاء دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ده هر كيسي كذينا طرف داري ميكنا و که از اینا پشتیبانی میکنه و دعوتگرای اسلام از ششخندی میکنه و اینا را خوب میگه میگه او هم کافر از دالن حكمه است حکمه و حکم الملحده میگه حکمش حکم چیست؟ امو کفار و ملحدین خب دگه از علمای دیگه از این شیخ پرسان شد گفتن که بعضی کسا میگن که سوسیالیزم, سوسیالیزم اسلامی یا مثلا کمونیزم میگن ای خو مسجدها را اجازه میده و مثلا مخالفت نمیکنه در این قسمت سوال از پیشش میکنن این شیخ میگه و من زعم ان ما يفعله دو... ما يفعله الاشتراکی و شعوعی من الظلم والاستبداد والتعدي على حرمات الاسلام على حرمات المسلمين من الاسلام فهو كافر ضال كاذب على الله ورسوله وعلى شرعه ميجي هر كي از يا كومونيزم كي اينا ظلم ميكرن استبداد ميكرن وجنايات ميكرن اینا اینا چیری اسلامی میتن میگه این انسان خودش کافر است ضال فهو کافر ضال کاذب على الله و رسوله و علی شرعه دوستان عزیز دیگه پای من است این گپا کلش مثلا فتاوای علمای اسلام است که در این راستا تحقیقات کردن و بیان میکنن که اگر کسی بر از جامعه, اسل... جامعه اسلامی میتا و باز میگه مثل که بسیاری کسا در افغانستان بود باز میگفتن که این آخ مسلمان هستن و د پیشانیشان کافر نشست مثلا دکتر نجیب میگفت در پیشانی ما کافر نوشته هست در پیشانی تو مسلمان نوشته هست خب مسائل فکری خود در پیشانی نشته خود در بیساب عقیده میشه اگر تو مسلمان هستی و دیندار هستی خیده بالی سر کلیت عکس مارکس رو ماندی عکس لینه رو ماندی हا? چرا عکس شده مثلا در کمیته مرکزی گذاشتی خب معلومش اندیشه تا اندیشه کمونیستی هست وقتی که اندیشه کمونیستی هست با سوری لباس اسلامی میتی اینجا یه عالم میگه کسی که باز برای کمونیسم و سوسیالیسم چرا تا بعض کسا پیدا شده تا در کشورهای عربی مثلا بعضی کتاب ها را نشته کرده بودن الاشتراکیت الاسلامی مثل که حالبا کتاب ها را نشته دموکراسی اسلامی دموکراسی اسلامی است کجا شد دموکراسی قانون ش... شریعت قبول نداره مگه ما قانون آسمانی رو قبول نداریم خود ما قانون میسازیم حال تو میخیزی قانون که مردم میسازن مثلا قانون ساخته میشه که شراب حلال است باز نامش را شراب حلال اسلامی خب چرا اسلام ما نامش را بد میکنیم از این خاطر یکی داد کسا وقتی که مثلا جمال ناصر در مصر حکومت داشت و معمر قذافی اینا کسایی بودن که اشتراکی ها یا سوسیالیست ها بودن قوم پرست ها بودن وادپالوی دیگه قوم پرست بودن اصلا اما مکتب کمونیست تقسیم بندی شده شاخه شاخه شده است دیگه در وقت جمال ناصر و در وقت معمر القذافی و در وقت صدام حسین و در وقت حافظ اسد که بال بچش بشار الاسد در سوریه هستینی در اینجا باز بعضی از اشخاص خیستن باز به نام الاشتراکیت الاسلامی به نام سوسیالیسم اسلامی و دموکراسی اسلامی اینی کتابا را نوشته کردن وقتی از این شیخ پرسان شد یک مفتی هست پرسانشان کردن که بعضی کسای این قسم گمان میکنن او گفت اگر کس اینمی نظام کفری را لباس اسلامی میته خود از کافر است دالون کاذبون علی الله و رسولی یعنی این سر الله دروغ میگه سر پیغمبرش دروغ و من اظلم و من من افترا علی الله الكذب الله در قرآن میگه که کیس از او که ظالم کسی که برای الله سبحانه و تعالی افترا میکنه تومت میکنه دروغ میگه الله یه چی میگه الله متعال میگه که یا کافر هستی، یا کفر است اینا با چی میکنه انما يفتر الكذب الذين الله يؤمنون بآيات کسی سر الله تومت میکنه که به آیات الله به اسلام ایمان ندارم یعنی از این خاطر این مشایخ در این قسمت این حکم از اینا را بیان کردن خب در مورد کسی که کمونیسم قبول میکنم مثلا یک نفر کمونیست میشه خب میگه مسلمان از کمونیست قبول کرد اینجا فتاوای اسلامی در این راستا چی فتوا دادن در اینجا چند نفر علما هستند و من ذکر میکنم این که مثلا من علما را همراهشان هم نظر هست یا هم نظر نیستم او جای علایده هست لکن امیجه که امی علما فعلا مردم فتاوای از اینا رو میگیرن و در کتاب ها هست پس من فتاوا را خوانده میرم ای که مثلا مثلا اینجا عبدالعزیز ابن باز محمد ابن صالح ابن عثیمین عبدالله ابن عبدالرحمن جبرین بر از الدائمه در مجمع فقهی یا میگن که کسی که کمونیست می این فتوه را صادر کردن اینا گفتن که یک کسی از پیشان پرسان کرده که یک کسی میگه من مسلمان هستم لکن دعوت میکنه به طرف کمونیسم و خودش هم کمونیست شده و به می حزب هست خب هل فكرة الشيوعية تقوم على انكار وجود الخالق عز وجل مجد اساس كمونيزم اساس انکار وجود الله هست که وجود الله رو انکار میکنه و به مادیت زندگی میگه و میگه که اصل مخلوقات طبیعت است یعنی یا طبیعت پرست هستن و میگن که اصل کلش یا طبیعت گرا میگن سوالی قسم میشه می شم. شخص میگه میگه فهل موطنق المبادی و الافکار شیوع من الشباب و غیرهم فی عالم الاسلام مرتدون از اینا پرسان میکنه از لجنه دائمه و از امی علمایی که من آمایش به گرفتم میگه که آیا اینا مرتد گفته میشه خصوصا کسی که به اندیشه کمونیستی داشته باشن ای علما میگن از ظاهر و ان هذا سوال که من و هل شمس و شمسن میگی سوال ترس مثل یک نفر میگه آیا آفتاب آفتاب است آفتاب روشن است خب میگه خب معلوم دار است یک کس میگه آیا شب تاریک است شب شب است آیا روز روز است او برادر میگه سوال چرا میکنین فهمان الذي يشكل عليه يشكل عليه ان منك منكر الخالق لا يكون كافرا کی میگه نمیفهمم میفهمه که کسی که انکار از وجود خالق میکنه کافر است کافر است یعنی خلاصه اینا فتوا میدن که کسایی که به دعوت میکنن و در دا احزاب داخل میشن ای باز مسلمان نگوی این مسلمان نیست و از دایره اسلام خارج میشه. خب در جمله علمای مصر دکتر یوسف قرزاوی هست خب دکتر یوسف قرزاوی ما فتوای شمعی خانم برتان که اینا چی گفتن؟ یوسف قرزاوی میگه که من هنا یم بقی انو من یو جاهیرور بالکفر دون استحیا میگه ما مکلفیت داریم که کسایی که خودشان آشکارا کفر خود جهرن میگن. اینا رو باید ما تکفیر بکنیم چون او کفرش سراحتا میگه و نکف عمن ظاهرهم الاسلام و ان کان باطنهم خرابه خراب من الایمان اما اگر یک کس ظاهرا میگه من مسلمان هستم و کفر خود به زبان خود آشکارا بیان نمیکنم باز ما اون را غرض نداریم یعنی اون چیزه سرش حکم نمیکنیم خوب فإن هؤلاء يسمون في عول في الإسلام المنافقين، ومنافق منافقين بفترة الذين يقولون أمرنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم كسايك ظاهرا إيمان خوب قال الدكتور يوسف قر قرزاوي ميكي فمن الكفرة الذين يجب أن يدفعوا بالكفر دون مواربة استخفاء الأصناف التالية ما يك كافر فتوى يوسف قرزاوي هست ما سايك كافر هستن أول. کی هستن؟ میگه اشیوعیون المصرون علی الشیوعیه کمونستایی که به کمونیستی کمونیسم اصرار میکنن یعنی کمونیست شده و عالم که اگر از پیش پرسان کنین 40 سال بادم کتش که بشینیم ما که یک کسی بود کمونیست بود مشناختمش در مجلس ششتم و برش گفتم خوب ریش کلان هم مانده بود لنگی هم در سر خود کرده بود ریش سفید شده بود من برش گفتم گفتم همین روسا در افغانستان که آمده بودن در اتحاد شوروی اینا جنایت کردن و اینا کافر بودن و اینا بدین بودن و کسایی چی بودن ای گفت نه روسا که در افغانستان آمده بودن به اساس یک قرارداد آمده بودن و اینا امرای حکومت قرارداد داشتن و اینا کمک میکردن و اینا به آبادی افغانستان آمده بودن هیچ قبول نداشت که شوروی سر افغانستان افغانستان اشغال کرده و تقریبا نمو جهادی که او وقت در مقابل شوروی شده بود او را رد میکرد پس اونا این قبول نداشتن خب پس دکتر یوسف قرزاوی چی میگه؟ میگه کسایی که کمونست هستن و به کمونستی خود اصرار میکنن اینا کافر هستن الذین یؤمنون به فلسفه و نظام حیات کسایی که اهمی کمونیسم فلسفه و نظام زندگی میدونن دوم میگه که کافر هستن این هم فتوه یوسف قرضاوی است میگه الحکام العلمانیون و رجال الاحزاب العلمانیه میگه دیگه کی کافر هستن میگه حاکمای که یعنی رهبرای کشورهایی که اینا س... چی هستن سیکوله هر هستن و کسایی که عضو احزاب سیکولار هستن الذین کسانی که یرفضون جهرتا شرع الله کسایی که آشکارا میگن که ما شریعت تطبیق نمیکنیم و ینادون به ان الدوله یجب ان تنفصل عن الدین و صدا میکنن که دولت باید از دین جدا باشه این دکتر یوسف قرزاوی اینا تکفیر میکنه و میگه که اینا کافر هستن خب سوم اصحاب النحل التي مرقت من الاسلام مروقا ظاهره میگه بعضی از گروه ها هستن مثل دروز نسهیری اسماعیلی ها و باطنی ها میگه اینا از جمله چی هستن گروه های کافر هستن که کفر از اینا دارم دارن صریح میباشن مجمع فقی در مورد کمونیزم چی فتوا دادن اونا مجمع فقی میگه که ان الشیوعیه منافیه او مردم کمونیزم ضد اسلام است و ان اعتناقها کفر و هر کسی که این اندیشه را عقیده بکنه کفر به دین الاسلامی میگه ای به دین اسلامی کافر شده یعنی مجمع فقهی اسلامی اینا هم باور داشتن به کمونیزم اینا, اینا هم این کفر حساب میکنن پس تا اینی قسمت درس ما شما درباره чӣ буд дар бораи коммунизм буд